10 سازمان بین المللی امداد رسان خواهان تمرکز بیشتر به بحران بشری در افغانستان شدند. این سازمان ها در گزارشی با اشاره به برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان گفتند که 3 سال پس از تغییر قدرت میلیون ها نفر در افغانستان در یکی از بزرگترین و پیچیده ترین بحران های بشردوستانه جهان دست و پنجه نرم می کنند. در بیانیه این نهاد آمده است که افغانستان به طور مداوم با شوک های مختلف مواجه است. بحران اقتصادی جاری، میراث دهه ها درگیری، تأثیرات تغییرات اقلیمی و بحران جنسیتی به این کشور آسیب زدند. در همین حال دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه وابستند. اوچا گفته در حال حاضر 48% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و 12% نیز در ناامنی غذایی به سر می برند. این دفتر وابسته به ملل متحد روز سه‌شنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که فقر اقتصادی به طور چشمگیری نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جاوید سلام و عرض ادب. آقای جاوید لطفاً تحلیل شما را در رابطه با هشدار 10 سازمان امداد رسان بین المللی از بحران بشری در افغانستان بشنوید. بفرمایید. بسیار زیاد تشکر از دعوت شما. خدمت شما عرض شد که مسئله کمک های بشری در افغانستان تقریبا سابقه 40 ساله تا 50 ساله داره و در این دوران که برای مردم افغانستان کمک ها صورت گرفته تقریبا تبدیل به یک عادت برای مردم افغانستان متاسفانه شده. خود در این شرایطی که گروه طالبان در افغانستان حکومت که دارسته طبیعتاً افغانستان بیشتر به کمک های بشری نیاز داره، به خاطر از اینکه خب میزان خط فقر بسیار بالا رفته، بیکاری بسیار زیاد است، سکتورهای خصوصی کاملا غیر فعال است و همچنین طالبان هیچ گونه برنامه مشخص برای کاریابی و ایجاد کار برای مردم افغانستان نداره و این قطعا مشکلات های فراوان را ایجاد میکنه. او هم در حال است که کشور در حال جنگ هم گفته میتونیم و در ضمن که است که مشکلات اقلیمی باعث بجا شدن داخلی خیلی زیاد شده است. خدمت داشته که تا مکنون با اساس گزارش هایی که رسیده چیز در حدود 21 میلیارد دلار در افغانستان طی 3 سال گذشته برای طالبان کمک شده که متاسفانه باز هم دیده میشه که هیچ تغییری در خط فقر، در میزان خط فقر نیامده و مردم هم گرسنه‌ای که بودن گرسنه هستن. از اینجا معلوم میشه که کمک هایی که در افغانستان صورت گرفته به دست مردم نرسته بلکه در دست گروه حاکم است که امی پول باعث شده که اونا امو بقای از اونا باشه و اینا امو حکومت داری خود ادامه بدن. منتها ما با پیشنهاد 10 تا مؤسسه و سازمانی که پیشنهاد کرده باید کمک شوه ما قطعا نظر نیکی دارم، منتها یک سلسله اصلاحات لازم است که در سازمان های بین المللی ایجاد شود. نظر از من زمانی که من در افغانستان به عنوان یک کسی که در دولت کار میکردم کمک های بشری بسیار از 100% حدود زیر 50% به دست مردم میرسید و بقیه پول های کمکی و من به خاطر خدمات و مصارف اداری به مصرف میرسید. بنابراین اگر کمک های هم در افغانستان صورت بگیره پیشنهاد من است که اول باید از کنترل طالب خارج شد و دوم دیگه هم سازمان های کمک رسان تغییرات جدی، یک تغییرات درست را برایشان به وجود بیاره که بتونه کمک ها بیشتر به مردم برسد تا اینکه برای مصارف از جمله مثلا خدماتی داری به مصرف برسد. بله، با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.